أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين، سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، گفتگوی ما در آیات سوره مبارکه غافر است. در نوبت پیشین تا قسمت پایانی آیه 61 مطرح کردیم. قسمتی از اون فراز آخر این آیه شریفه باقی ماند و ادامه آیاتی که انشاءالله موضوع گفتار این نوبت است. گفتیم که حضرت باری تعالی اشاره نمود به نعمت بسیار مهم سکونت و سکنای شب برای آدمیان. الله الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه. شب و آرامش شب، ایستایی شب و اون حالت و جعلنا نومکم سباتا، اون حالت سباتی که شب به آدمیان میدهد و تجدید قوتی است برای فعالیت‌های روزانه نوبت بعد. و مطالب دیگری که گفته شد در قسمت گذشته، و نهار مبصرا، و نوز روز رو نهار رو دارای روشنی قرار دادیم که بتوانید شما به مجموعه تلاش ها و سعی و کوشش خودتون بپردازید. این قسمت باقی ماند که ان الله لذو فضل على الناس، چنین نظم و چنین قاعده ای رو در وجود قرار دادن، این حاکی از فضل خداوندی است. خداوند دوست می داشته است و بنا اون چنین بوده است که با فضل خیش و با زیاده نعمتی که به انسان ها می دهد برخورد نماید. می شد زندگی و قرار موجودی بشر و اونچه دنیا می طلبید کمتر از این باشد، غیر از این باشد. می شد خداوند حوائج ما انسانها و نیازهای ما رو خیلی با هزینه و معونه کمتری به اصطلاح و به زبان خودمون برآورده کند. این که ناجعلنا ما علی الارض زینه، خدای سبحان همه چیز رو در روی زمین زینت آرائی کند برای آدمیان و فرزندان انسان، این فضل خداوندی است. این نهایت مرحمت و لطف الهی است که همه چیز رو به زینت فضل آراسته است. لذو فضل علی الناس. اما مانند خیلی از موارد دیگر قرآن، یک گله‌ای در پایان آیه دیده می شود. ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اما جای این گله هست که اکثری از مردمان شکر این فضل رو به جا نمی آورند. خب این گله ای که حضرت باری تعالی در قرآن می کند معنی دار است عزیزان. خدای سبحان نعمتهایی که برای آدمیان ارزانی کرده است، این نعمتها باید به کار گرفته بشه و به کار بستن صحیح نعمت یعنی شکر نعمت، نه اینکه نعمت تعطیل باشد، یعنی انسان ها از آنچه خداوند برای اینها قرار داده است استفاده نکنند، و نه آنکه استفاده کنند اما استفاده بهینه نباشد. هر دوی اینها ناسپاسی است. چه اینکه نعمت به کناری نهاده شود و از کنار نعمت های الهی بگذاریم و بگذریم، چون که نعمت رو به کار بندیم ما در اون مسیر و جهت و اون استمراری که خداوند برای نعمت خواسته است نباشد. هر دوی اینها مساوی است با عدم شکر، کفران است، ناسپاسی است. اما اینکه بارها گفته می شود و قلیل من عبادی الشکور،
کمند بندگانی که اون مقتضای حقیقی و واقعی شکر رو به جا آورند، گاهی این سوال رو در ذهن ما تداعی میکند: چه میشود که آدمیان به اون مقام واقعی شکر رو توجه نمیکنند، یا همه توجه نمیکنند، یا اکثریت توجه نمیکنند؟ گاهی این سوال ممکنه جولان در ذهن کند. میتوان گفت اگر دقت کنیم عوامل عدم شکر، اون عواملی که موجب میشود انسانها به شکل صحیح شکر و گذاری نعمت خداوند نمیکنند، احتمالاً اگر یه قدری اینها رو با یه دقتی نگاه کنیم ممکنه در سه عنوان و سه سرفصل قرار گیرد. میتوان گفت مهمترین عامل ناسپاسی و شکر آدمیان عدم تذکار و تذکار و توجه این هاست. این خیلی مهم است. ما غرق دریای تفضلات الهی هستیم، اما خود این غریق بودن گاه موجب عدم توجه می شود و غفلت می شود. یعنی ما اونقدر می بینیم خورشید رو که گویا خورشید یه مستمری بگیر ماست که باید هر صبح به خانه ما سری بزند و اعلام حضوری کند و دفتری امضا کند و از افق به در آید. ما یه چنین حالتی رو به خورشید پیدا میکنیم. ما این شبی که خداوند سبحان فرمود پدیده خواب که مطرح کرد، اینها یه امور عادی میدانیم که بوده است و خواهد بود و باید باشد و غیر از این هم نیست. یعنی یه نگاه عادی ما نسبت به این نعمتهای خداوند پیدا میکنیم و اون تذکر به حقیقت این نعمتها برای ما دست نمیدهد. ما اندیشه رو فرو نمیبریم در عمق این نظامهای آفرینش که اینها چگونه است، به چه تدبیری خداوند اینها رو تدوین و منظم نموده است، کارایی اینها برای ما چیست، رابطه اینها با ما چگونه است و چگونه تعریف شده است در خلقت. ما چون اونقدر فرو رفته در این نعمت ها هستیم گاه نمی بینیم اینها را، اصلا تذکر نداریم. اینجا هاست که گاه با یه تلنگری، با یه التفاتی که گهگاه دیده می شود، شنیده می شود، به خود می آییم. خب یه انسان فکر می کند مقتضای عمر همین است، من در این شرایط سنی باید این توان رو داشته باشم، این نیرو رو، این نشاط رو، این بینایی چشم رو، این قدرت و توانمندی وجود رو. یه جوان چنین حالتی رو دارد. اما گاهی یه تلنگرها در عمر، یه به خدا آمدن، یه زمین خوردن، یه استراب، یه اون روال عادی زندگی دوچاره اختلالی شدن، اینها انسان رو به خود می آورد. نه، مثل این که قرار نیست که همیشه اینطور باشد، گاهی ممکن چنین نباشه، اینها عادی نیست، در پس اینها سخن دیگریست، حدیث دیگریست، استمرار این مطالب. گاهی یه حوادث، یه نکات، یه تلنگرها، یه دم صاحب دل و صاحب نفس انسان رو به خود می آورد و از اون غفلت دور می کنه و یه تذکری به انسان می دهد. این همانیست که سمت پیامبران الهی هم بوده است و انبیا نوعا این کار رو می کردن. آقای موسی به اینها فذکرهم به ایام الله، اینها دارن می بینند اما متوجه نیستن، شما تذکرشون بده که اینها ایام الهی است، اینها توجهات خداوند به شماست و تفضلات الهی است. پس یکی از مشکلات اصلی ما عزیزان این است که ما به دید ساده و معمولی می نگریم به پدیده های خلقت. ما عادی می شود امور عالم برای ما، لذا یمرون علیها، از کنار اینها می گذریم اما غفلت داریم، اما توجه نداریم. این غفلت که این اگر تبدیل به حضور بشه، غفلت و تذکر، ما واقعا نعمتهای الهی رو جور دیگری تلقی خواهیم کرد و دریافت میکنیم و برخوردمون با اونها عوض خواهد شد. گاهی ممکن است عامل دوم اون به اصطلاح حالت بتر باشد. این هم حالت خوبی نیست. حالت بتر و ابتر اونه که نعمت می آید و خود نعمت انسان رو مشغول میکنه. اونچنان آدمی غرق نعمت و مشغول، خوب التفات بفرمایید، مشغول به نعمت میشه و وابسته به استفاده و بهره برداری و فرو رفته در این فضا و شرایط میشه که اصلا دیگه هیچ التفاتی نمی کند که از کجا آمده است،
به کجا می رود؟ چه شیوه ایست؟ چیز کدام دست است؟ آورده است و می برد. آنچنان انسان غرق لذت، مثلا فرض بفهمید به عنوان نمونه، آنچنان غرق لذت و شهوات جنسی فرض کن یه کسی میشه، فرو میرد در این کامجویی ها و تمتعات و لذت جویی های جنسی که اصلا از فرایند خود این غریزه جنسی که این چیست، چه کار است برای بشریت، خداوند چه قداست هایی در این امن نهاده است، جایگاه و پایگاه این پدیده در وجود آدمیان چیست، منتها الیه هون کد، اصلا دیگه اینا نیست، این آنچنان فرو رفته است تو این لذت، آنچنان این قناع و سرمایه و بهره بردن از این بدن، اونچنان بهره بردن از طبیعت و غیره، این انسان رو در خود چشیده است و به کام خود فرو برده است که آدمی دیگه تمام هم مهمتش مصروف به اون بهره برداری میشه و این حالت بتره به اصطلاح علمای اخلاق، اینو میگن ابتار با تای مؤلفه است، بتر. این یه حالتی است که انسان ها به سوی شکرگزاری قدم نمی نهند، دیگه اینها مسیر نعمت رو تعقیب نمی کنند، منتها الیه نعمت رو شناسایی نمی کنند، جایگاه خودشون رو با این موقعیت هایی که دارند احراز نمی کنند، ابدا در صدد این مسائل بر نمی آن. تا زمانی که آخرین نفس وجود دارد و آخرین توان وجود دارد، دیگه غرق استفاده از این نعمت هست. وقتی یه خللی پیش میاد، یه حادثه ای پیش میاد، عرض به خدمتون، باز اینا یه تکانی میخورن، به خود میان و اون حالت ممکن است خوی اینها به در رود و این خصلت رو بگذارند. سومین عاملی که در عدم شکرگزاری وجود داره که این کمتره، اون انکاره. یعنی ببینید، حالت اولی عدم تذکار بود، دومی ابطار و سومی انکار. حالت انکارونه که نه، ابدا اصلا انکار این میکنه، اصلا نعمت کی بوده است، ولی نعمت کدام است، خداوند کیه که چه نقشی داشته باشد در این نعمت های وجود، اینها بازوی ماست، فکر ماست، اندیشه ماست، طبیعت هست، اینها چه معنا دارد، هست، بوده است، خواهد بود، ما هم حظ و بهره خودمون رو میبریم و هیچ نقشی هم نیست. این دیگه اقلیتی اند، اینها کمترند در میان انسان ها که این حالت رو داشته باشند که به این شیوه انکار نعمت کنند و شکر ندارن به خاطر انکار. اما نوعا آدمیان از اون دو گروه اولند که اینها یا تذکر به نعمت ندارند یا اون فرو رفتگی در خوشیها، سرمستیها، لذتها، تمتعات، کامجوییها موجب میشه که اینها حجابها دیده رو میگیرد، حجابها فکر و اندیشه رو میپوشاند و هیچ التفات صحیحی به صاحب نعمت و شکر و منعم و اینها ندارد. خداوند به همین خاطر در قرآن این رو مرتب تذکر میدهد، هشدار میدهد، ولکن اکثر الناس لا یشکرون. و میبینید ما رو هی یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، هی ما رو به تذکر به نعمت، زدودن اون حالت دعوت میکند که به خدایی. در اینجا هم فرمود ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اما توجه داشته باشید، ذالکم الله ربکم، ذالکم الله، ببینید این از قضایا که الله و خالقه که شما، خالق شما، ربکم، این الله خالق شما رب شماست، این دست تربیت اوست که این نعمت ها رو بر شما ارزانی می کند، این مسیر تربیت الهی است که فضلش رو بر سر شما میباراند و ارزانی میکند. شما نیاز به کس دیگری ندارید، شما به تربیت دیگری حاجت ندارید که در ادامه آیه خواهیم گفت. خالق و کل شیء، و اون خدایی که خالق شماست، خالق همه چیز است، یه اتحادی در این خلق وجود دارد، چون یه قلم است، چون یه رقم است، چون یه اندیشه است، چون یه فکر واحد در طراحی وجود و خلقت حاکم است، این وحدت رو در تمام نهاد آفرینش میبینید، یه هماهنگی است در تمام اجزاء خلقت، جان و جهان. خالق کل شیء لا اله الا هو، اون خالق شماست، مربی شماست، دیگه اگر خالقیت از اوست، پرورش از اوست، باید جوان مردانه گفت پرستش هم اختصاص به او دارد، آفرینش، پرورش، پرستش، سه ضلع مثلثی که همیشه عرض کردیم سعادت انسان رو این سه کلمه با هم هنگامی که جمع میشه تأمین میکنن. خب اگر این چنین است فأنا توفکون، پس اگر این است کجا میروید؟ چرا رو به سوی دیگران میکنید؟ اگر او خالق شماست،
اگر مربی شما اوست، طرح او بهترین طرح است، شرح او بهترین شرح است در وجود، شما رو به سوی دیگران چرا میکنید؟ چرا روی برمیگردانیست از بارگاه پروردگار خودتون و خالق خودتون و مربی خود شما؟ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیاتنا بآیات الله یجحدون. روی برگرداندن از خداوند ریشه رو مطرح میکند. این نتیجه جهد و انکار است. اون کسانی از او روی برمیگردانند که حالت جهد و انکار این معنا رو دارن. این شأن شما نیست. شمایی که پذیرفتید به دل و جان و عملا، نباید کاری کنید که حالت برگشت از نعمتهای الهی باشد. اون کسانی که جهد دارن و انکار میکنند، اینها قضایاشون این است. جهد در خود لغت انکار و ما فی القلب، چیزی که در قلب ثابت اما بیرون در حالت بیرون انکارش میکنیم، اینو میگن جهد. و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم. اینها گاه در دلهاشون خیلی از افراد ثابت شده یه حقایقی، اما به ملاحظاتی که دارند، اما به خصوصیات دیگری که دارند، این رو انکار میکنن، جهد میکنن، تحمل این پذیرش حق و حقیقت رو ندارن. فرمود این کار کسانی است که کانوا بآیات الله یجحدون. خب نمونه ای که قبلا گفتیم الله الذی جعل لکم اللیل، بحث لیل و نهار بود. حالا نکته دوم و به اصطلاح یه پدیده دیگر مهمی از طبیعیات رو خداوند از باب تذکر نعمت و شکر و فضل باز یادآوری میکنند. الله الذی جعل لکم الارض قرارا. آدمیان، خداوند است که این زمین رو برای شما قرار داده است و این رو قرار شما نموده است. خب استیزار دارید پیرامون زمین در قرآن ما خیلی بحث داریم. یعنی اگر مجموعه آیاتی که موضوع زمین در اون مطرح شده است، واقعا این زمین شناسی قرآنی است، اگر اینها جمع بشه، دقت بشه، صفاتی که برای زمین گفته شده است، شیوه ارتباطی که خداوند تعریف میکنه بین ما و زمین در قرآن، اگر اینها گزیده بشه، یه نگاه زیبایی رو به انسان، به این کره عظیم و پهناور خواهد بخشید. این که خداوند زمین رو مهد و گهواره ما آدمیان قرار داده است، این که خداوند زمین رو فرش ما و بساط ما نموده است، این که والارض فرشناها فنعم الماهدون، این زمین رو به زیبایی مهیا و مقرر برای ما انسان ها نموده است، این که شیوه حرکت زمین رو خداوند در قرآن مطرح می کند، پستی بلندی های زمین در قرآن، خواص قطعات زمین در قرآن، خاصیت های حیاتی زمین در قرآن، یه دنیا مطلب پیرامون زمین در قرآن کریم که شاید واقعا بتوان به جرأت گفت که اینها به اون معنایی که باید و شاید در یه مجموعه جمع نشده و گرد نیومده و بسیار زیباست، بسیار زیباست. یکی از نکاتی که خداوند مطرح میکنه این بحثی است که الان میبینید. خدای سبحان میفرماید ما زمین رو برای شما قرار دادیم. دو بیان، دو تفسیر و دو استفاده در آیه وجود دارد. یک، خود کلمه قرار و قراره در لغت عرب، اون جایی که آب میاد جمع میشه، این رو قراره میگن، قرارت الماء. ما زمین رو برای شما آدمیان قرار دادیم، یعنی محل سکنای شما. زمین رو چنان آرامشی بخشیدیم که شما در این مستقر رو جایگاهتون باشد. ولعرزه وزعها للعنام. ما این زمین رو زیر پای شما قرار دادیم، متواضع. شما هرچی رو میخواید به تواضع دیگه تشبیهش کنید، میگید چی؟ میگید خیلی فلانی خاکیست دیگه. پسترین چیزی که شما گمان میکنید زیر پای شما از خاک است، میگید خیلی فلانی خاکیست. وقتی گاهی مثلا در این روستاییان محترم ما، مثلا وقتی یک کسیون سوال میکرد اسم جناب عالی، میگفتن خاک، بعد میگفتن خب بعد از خاک، میگفتن مثلا محمد حسن. این اون نهایت تواضع خودشون میدانستن که خودشون رو با خاک، مثلا ما زیر پاییم، ما خاکیم، ما چنین حالتی رو داریم. ولعرض وزع حال الانام، زمین زیر پای شما انسان هاست. خداوند به زمین تواضع داده است در قبال شما. زمین سرکشی نداره پیش شما انسان ها. استفاده میکنید، مالکش میشید، بهره برداری میکنید، تملک قانونی حقوقی دارید، زمین
مقاومتی نمی‌کنه در قبال شما. میشه کافید، فرو میرید، خزائن، معادن، ذخایر از دل خاک به در می‌آورید. عناصر مختلف این زمین رو به بند می‌کشید، به شکل‌های مختلف تبدیل می‌کنید، استفاده می‌کنید. این وضع، این تواضع، این قراره. خداوند زمین رو برای شما قرار داده است که مستقر است و چنین از اون بهره برداری و استفاده می‌کنید. یه معنای دیگه هم این آیه شریفه دارد و اون این است. ببینید، قرار جایی است که درش تثبیت باشه. خداوند به زمین خصوصیتی، اینو که ما الان میگیم، خب بالاخره میگه 1729 فوت آقای اسحاق نیوتن بوده است، یعنی ایشون قرن 17 زندگی میکرده، تو یک ربع قرن 18 هم یه ربع اولش هم فوت کرده است. ما وقتی این حرف رو الان میگیم به ذهن الان ما، خب دیگه این خیلی ساده است، اما واقعا عظمت کار اینجاست. ما زمین رو قرار دادیم، یعنی ما زمین رو به گونه‌ای آفریدیم که موجودات روی زمین میمانند. اینا منفک از زمین نمیشن، اینا پراکنده نمیشن، اینا پرت نمیشن، اینا قرار دارن رو زمین. یعنی چی؟ یعنی در زمین خداوند نیروی قرار داده است که این نیرو آدمیان رو نگه می‌دارد در سطح کره خاک. اون جاذبه‌ای که در زمین وجود داره، میزان جاذبه زمین متناسب با قرار آدمیان و سکونت و فعل و انفعال انسان‌ها در روی کره خاک است. والارض وزع الله الذي جعل لكم الارض قرارا، حقا به انصاف میتوان گفت از آیاتی است که اشاره‌ای به این بعد زمین دارد، به اون حالت جذب زمین، به حالت کنترل زمین نسبت به انسان‌ها، و واقعا میتوان گفت بوی نیروی جاذبه زمین رو از این آیه شریفه به زیبایی و شفافیت میشه استشمام کرد و فهمید. و چه بکنیم که ما مسلمان‌ها عادتمون این نیست که بالاخره این اسرار و حقایق این چنینی قرآن رو به جد بکاویم و بجوییم و بیابیم و ابراز کنیم، و قلیلی هستند که در پی این مسائلن. فرمود ما این معنای دوم. معنای اول، ما زمین رو سکونتگاه شما قرار دادیم، تواضع دادیم، زیر پای شماست استفاده. معنای دیگر، نه، ما این زمین رو به اصطلاح اون حالت تثبیت و قرار رو دادیم بین شما و زمین. زمین نگه می‌دارد شما رو. این در حالت این چرخش عظیم، با این سرعت سهمگین، با این مدار گسترده در بین افلاک، اما شما آدمیان این میچرخد و تکان نمیخورید. اون جاذبه زمین حاکم است، زندگی شما، شؤونات شما کاملا برقرار است و برقرار به لطف خداوند و جعل الهی. هو الذی الله الذی جعل، این جعل خداوندی است. این یه طرف، اون طرف هم عرض کردم باز اونجا هم جعله. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، آیا ما زمین رو جعل نکردیم، قرار ندادیم کفات برای شما؟ کفات اونی که دیگه کاملا یه شی رو، چیز رو به اصطلاح بسنده می کند. زمین همه جور شما رو جواب میده، احیاء و امواتا، چه زنده های شما را، چه مردگان شما را. شما تصور بکنید این میلیاردها انسانی که در طول تاریخ مردند روی این زمین، اگر زمین تحمل اینها رو نمی کرد، اگر پذیرای اینها نبود، اگر خداوند قواعدی به این خاک نمی بخشید که این بدنها رو بگیرد و تجزیه کند، چه پدیده شکل می اومد، چه حادثه‌ای روی می داد؟ این انباشت ابدان آدمیان بر روی زمین چه حالی دست می داد برای انسانها و کره خاک؟ فرمود ما این زمین رو جعلش کردیم، قرار دادیم اونچنان که کفاتا احیاءن و اموات. و السماء بناء، و آسمان رو بنا قرار دادیم. این زمین قرارگاه شماست، آسمان هم سقف روی سر شماست. بارها این رو گفتیم خدمت دوستان عزیز که مراحل مختلف آسمان و سماء موجب میشه که قرآن سماوات رو به کار میبرد، اما در مورد عرض نه. عرض همیشه مفرد در قرآن، سماوات متعدد است در کلام الهی، چون مفهوم سماء مفهوم گسترده است، اما مفهوم عرض نه. ما از عرض یه چیز میشنویم، همین زیر پای ماست. اگر یه روزی بنا شد بگیم و عرضین سبع، این زمین رو هفت بخش کنیم، هفت تا زمین نمی کنیم، زمین رو هفت بخش می کنیم. دقت فرمودید؟ زمین رو میگیم دارای هفت بخش است، همان که امیر در نهج البلاغه فرموده است. و اگر در کلمات ذوات مقدسه محمد و آل محمد
این جمله رو شما میبینید حاکی از همین قول است که زمین دارای هفت بخش در نزد گذشتگان بود، به هر بخشش میگفتن یه اقلیم، بعد میشد اقالیم سبعه امیرالمؤمنین. اون جمله نهج البلاغه که شنیدید که به خدا قسم اگر هفت اقلیم روی زمین رو به پسر ابی طالب بدهند، حاضر نیست پوست جوی را از دهان مورچه‌ای به ظلم بدر آورد. درود خدا بر عدالت علوی باد. این هفت بخش روی زمین و لوم و زمین هفتگانه، نه این در قرآن نیست و آنی که هست به اصطلاح عرض واحده، اما سماع چون مفاهیم متعددی داره و تقسیمات گوناگونی دارد، در قرآن به شکل مفرد و جمع هر دو به کار برده میشه. وقتی میخواد یه بخش از سماوات رو خداوند بگه، سماع به کار میبرد، مانند اینجا و سماع بناء، اون قسمتی از آسمان که بناء ماست و سقف ماست، همونه که وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اون سقف محفوظی است که روی سر ما آدمیان است که به احتمال بسیار زیاد مراد همون کمربند ایمنی زمین و جو نگهبان و به تعبیر یونانیان قدیم اتمسفر زمین است. فرمود و سماء بناء. خب حالا تا اینجا آیه نوبت قبل رو و اون چه تا الان گفتیم کنار هم بگذارید. ما شب رو قرار دادیم، روز رو قرار دادیم، زمین رو این گونه، آسمان رو چنین. اینها نعمت‌ها و نشانه‌ها است، جمالی است که تجلی اون رو در پیرامون خودتون می‌بینید آدمیان. اما وعده ما با شما این است که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. ما آیات خودمون رو به انسان‌ها هم در جهان نشان می‌دهیم، هم در جان نشان می‌دهیم. اون چه تا الان دیدیم بیرون بود، حالا یه سری به درون میزنیم. حالا از خودتون با خودتون خواهیم گفت. و صورکم، خداوند آسمان رو اونچنان، زمین رو اونچنان، و صورکم، و همون قلمیشه آسمان و زمین رو جعل کرده است، اون مصور شماست. ببینید از اسامی خداوند هو الله الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنا، از نامهای خداوند کلمه المصور است، یعنی صورتگر نقاشم، یعنی صورتگر، یعنی وجود نگارستانی است که نگارگر اون خداوند سبحان است که المصور، او تصویرگری میکند. صورکم، قلم خداست که نقش شما رو طراحی کرده است. من قبل از این که اصلا وارد این معنا و بحث بشم، هم همین کلمش انسان رو تکان میدهد، همین که انسان یه لحظه تصور کند که خدای وجود و آفرینش میگه وجود شما نقاشی من است، تصویری است که من کشیدم، تصویری است که من کشیدم، وجودی را که خدا طراحی کند و نقاشی کند. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اونطور که خواسته است شما را در رحم مادران تصویرگری کرده است، نقاشیتون کرده است. این قلم، قلم اوست. اگر سیاه مشق است، سیاه مشق است، سیاه مشق اوست. اگر خط آخر است، خط آخر اوست. آن نقاش سه خط نوشت، یک خط او خواند و غیر، یک خط او خواند لا غیر، یک خط نه او خواند نه غیر، و آن خط منم، و آن خط منم. حالا ارزی نداریم به زیبایی عرفانی سخن ارز میکنیم گفته شمس رو، ولی اون که مفاهیم دیگه هم این بحث دارد. این خطیست که خداوند بر قلم آفرینش برده است و طراحی و خطاطی کرده است. خود این اصلا یه افتخاری به انسان، یه شکوهی به وجود انسان میبخشد که احساس میکند. اینه که در کلام وجود مقدس صادق آل رسول میبینیم که وقتی یه کسی به اصطلاح اهانت کرد به انسان دیگه‌ای، مثلا یه چیزی بهش گفت، نمیدونم این ترکیب چشمت فلان، یا یه چیزی گفت، وجود مقدس امام فرمودن مراقب باش، هیچ کدام از شما مباد تقبیح کند صورت دیگری را. نمیدانید که این صورت صورتی است که نقاش او خدای شماست؟ و نمیدانید ان الله خلق آدم على صورته، خداوند آدم رو بر صورتی آفریده است که خود او پسندیده است؟ اگر پسند اوست، شما چه میگویید؟ شما چرا تقبیح میکنید؟
استفاده اخلاقی هم از این حدیث کردن، کارا در ادامه بحث بود، بگیم زود است، اما خب اشاره میکنم که این حدیث رو که هیچ کدام صورت دیگه ای رو تقبیح نکنید، یعنی اون قلمی که خدا بر کاغذ برده است مباد کاری بکنید که این قلم اون جایگاه خودش رو پیدا نکند و شکل زیبای خودش رو نیابد. تقبیح نکنید قلم خدا رو. خب فرمود خدای سبحان صورکم، اما فاحسن صورکم، خدا شما رو نگارگری کرده است، اونم نه یه نگارگری معمولی، فاحسن صورکم، نیک کرده است صورتگری شما را، شما رو در نهایت زیبایی تصویر بخشیده است جل جلاله. ببینید این آیه را اگر بخوام یه قدری ملموسش کنیم، مخصوصا برای بعضی از دوستان جوانم عرض میکنم، فاحسن صورکم، خدای سبحان یه صورت ظاهری به ما آدمیان داده است، یه چیزی ورای این صورت. نسبت به همین قسمت ظاهر وقتی نگاه میکنیم میبینیم بر همین تکیه میشه در قرآن، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. آی آدمیان، به چه نافرمانی میکنید و مغرور میشوید؟ آیا نمیدانید خداوند چه صورتی به شما داده است؟ سواک فعدلک، در نهایت تعدیل و در نهایت موزون بودن وجود شما را آفریده است. خب در میان حیوانات و موجودات زنده روی زمین انسان موجودی است متمایز از جهت صورت. فاحسن صورکم، این موجود موجودی است مستوی القامه، پا بر جا، در نهایت اعتدال، روی پا ایستاده، اختصاص به خود این موجود دارد این حالت و بس، با این ویژگی. گاهی خدای سبحان میاد از این قلمش گوشه هایی رو به ما تذکر میدهد. الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین، اون توازن و زیبایی های وجود انسان رو حضرت باری تعالی به رخ میکشد. به خود ما تذکر، قافل نشید از این جمالی که دارید، این جمال رو فراموش نکنید، بدونید خداوند چقدر زیبایی به شما بخشیده است. خصلت ها و زیبایی های جسمی انسان حقا در بین موجودات دیگه، گاهی میگید شما یه پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم، گفتم این منزلت از قدر تو میبینم بیش، گفت خاموش، که هر کس که جمالی دارد هر کجا پای نهد دست ندارندش پیش. یه پر طاووسی میبینید، عرض بالله یا زبیات القاء قلن لنا لیلای من کن ام لیلا من البشری، یه چشم آهویی که چشم لیلا رو به اون تشبیه کرده است. و اما وقتی صحبت این وجود میشه چی؟ تمام وجود انسان در نهایت توازن و تناسب در زیبایی، در نهایت توازن و تناسب در زیبایی و عظمت و شکوه. وقتی که این زیبایی به اوج میرسد که دیگه به چشمان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم، وقتی کار به اونجا میکشد که میخوان توصیفش کنن دیگه، در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد. این خم ابرو چه میکند؟ این قامت سرو و سرو قامت، بالا بلند اشفگر سرو ناز من کوتاه کرد قصه زهد دراز من. این سرو قامت چه میکند؟ این ابروی کمان چه می کند؟ این کمند زلف چی آفریده از خداوند؟ چه حسنی رو خدای سبحان در این وجود طراحی کرده است؟ این چشم و این خط و این خال و این نگاه و این لب و این دهان و این دندان و اصلا انسان وقتی که از این بعد زیباشناسی انسان، به تعبیر قرآن، تعبیر قرآنی رو باید بگیم، نگاه میکند، اون بحث فعدلک فسواک فعدلک. حالا دیگه بنده تخصص این فن رو ندارم، عزیزان هستن در محفل صاحب نظران، تا بیاد دیگه بحث توازن اندامهای درونی انسان مطرح باشد، اون بخشی که به چشم ظاهر من و شما نمیبینیم. اینی که این حدیث رو بوعلی از زبان امام نقل کرده است و گاه عرض کردیم خدمت دوستان، از زبان وجود مقدس امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق
من لم یعرف الهیئت و تشریح فهو فی معرفت الله نینون. کسی که دانش تشریح نداند، یعنی آناتومی نداند. کسی که من لم یعرف الهیئت و تشریح، کسی که از هیئت و افلاک و آسترونومی اطلاعی نداشته باشد، از این دو دانش جهان و جان، این از توحید حقیقی خداوند کم بهره‌ایه. اینقدر اسرار درونی تشریح و اندام درونی آدمیان به خدا میداند. ما هم احساس میکنیم داریم زندگی میکنیم، نفس میکشیم. هم نفس کشیدن ساده ای ما رو وقتی نگاه میکنید، 25,000 مرتبه در روز یک انسان سالم در 24 ساعت تنفس میکنه. 25,000 مرتبه در روز، 180 متر مکعب عرض به خدمتون هوا رو میبریم میاریم، نمیداریم اصلا چه خبره در وجود، توجه هم نداریم به این مسائل. 100,000 مرتبه این قلبت بگه درز به خدمتون سیستول دیاستول، این هی باز بشه بسته بشه، ما کاری نداریم. 100,000 مرتبه در 24 ساعت بله. خداوند چه در وجود این بشریت قرار داده است و در این جان و در این جسم انسان چه سری رو نهفته است و چه مطالبی قرار داده است؟ خب حالا اینها فاحسن صورکم آیا به همین ختم میشه؟ نه نه نه، این نه خال است و زنخدان و سر زلف پریشان، این نه خال است و زنخدان و سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد، که سریست خدایی پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند، تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. اصل کار اینجاست، این نخال است و زنخدان و سر زلف پریشان. این نیست که ملائکه رو حیران کرده است، این نیست که جبرئیل رو به زانو در آورده است، این سر زلف پریشان نیست، اون سریست خدایی، اون نفخت و فیه من روحی. وقتی میاد با این بعد وجود انسان آشنا میشید چی میبینید؟ یه دنیا عظمت. همان اتزعم انک جرم صغیر و فیکنت و العالم الاکبروی امیر المؤمنین رو میبینید و عالم اکبر رو میبینید. وقتی این خصال انسانی رو نگاه میکنید، این خصلت ها و خویی ها، مهربانی ها، میبینید این باران محبت وقتی بارش میکنه در صحنه جامعه انسانی، وقتی میبینید این جود ها را و کرم ها را، من قاس جدوا که به صبح اخت احمد حق، از صبح تبکی عرض به خدمتون، از صبح خیلی شعر زیبای سعی خاطرم بیاد، من با سجد واکه به صبح اخت احمد حق. اگر کسی جود و کرم تو رو به ابرهای آسمانی تشبیه کند اشتباه کرده است. چرا؟ از صبح توتی و تبکی و انت توتی و تزحک، ابر میدهد و گریه میکند، تو میدهی و میخندی ای انسان جواد و بخشنده. وقتی جود انسان را، وقتی عف انسان ها را، جمال عف انسانیت را وقتی میبینید، جمال محبت و صفای انسانی را میبینید، خلق یخجل النسیم من اللطف و بعث یذوب منه الجماد. وقتی اون خصال لطیف انسانی که نسیم صبح رو به خجالت خانه نشین میکند و وقتی اون خصال قدرتمند انسانی که کوههای پرصلابت رو شرمنده و سرفکنده می کند در قبال صلابت انسانی، اینا چیست که خدا داده است؟ فاحسن صورکم، نیک آفریده از شما را، نیک آفریده از شما را. این هاست اون صورتگر نقاش. هم اون صورتگر نقاش چه قلمی رو در وجود شما آدمیان به کار بسته است؟ اینه که انسان وقتی به اینجا میرسد، فاحسن صورکم، بعد یادش میاد اون حرفا که یبنا آدم خلقت الاشیاء لاجلک، پسر آدم من تمام این سرمایه گذاری تو وجود رو به خاطر تو کردم، این دکان برای تو باز شده است، این بازار برای توست، اما و خلقت که لاجلی، تو با این شکوهی که داری تو دیگه نباید صرف دیگران باشی، تو باید صرف خود من بشی. و خلقت که اما تو مال خود منی. فاحسن صورکم، اینه که باید خود او بستاید مخلوق خیش را و بگوید تبارک الله احسن الخالقین. هنگامی که جلوه میکند این آدم به کروبیان
ملائکت الله قدسیان گوشه ای از وجود این داده میشه. اینه که باید این امتحان در کلاس درس وقتی این امتحان رو از این میگیرد، از این موجود ملائکه سرشون پایین بندازن بگن سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، خدای ببخشید اشتباه کردیم، ما نمیدانیم. یا آدم و انبئهم و اسماء هؤلاء، آدم تو بگو، اینا نمیدانند. حالا ببینید این تصویری که خداوند از انسان و آدمیان میده، این چه تصویری است عزیزان؟ این کدوم تصویره؟ این همان فأحسن صورکم، جمال و جلال الهی در جلوه این وجود تجلی میکند. خب فرمود این جهان بیرون و این هم خودتون. حالا و رزقکم من الطیبات، حواستونم باشه ما در ابتدا و استارت وجود شما رو زدن عالی ترین سرمایه گذاری رو کردیم، در استمرار و دوام هم بقاء شما رو هم مثل بقیه موجودات قرار ندادیم. ما این وجود و این خلق احسن ای اگر بخواد بموند باید پاکیزه تغذیه کنه. و رزقکم من الطیبات، چه جسمتون رو چه روحتون رو، این هم باید تون مسیر خودش باشد. جسم شما آدمیان هم باید پاکیزه بخورد. فلینظر الانسان الی طعامه، باید طعام شما با بقیه موجودات فرق داشته باشه. شما چون درندگان نیستید که مردار متعفن بخورید، خون بخورید، نجاست بخورید، نه، شما احسن از صبرکم نمیسازه. اون بار دیگر آن است که چون سگ در رنده گوشت یافت نپرسد که این شطور صالح هست یا آخر دجال. اما شما نه، شما باید نگاه کنید چی دارید میخورید، شما باید متوجه باشید. و رزقکم من الطیبات، شما باید دستتون در طیبات الهی برد، نه در پلشتی ها، نه در پلیدی ها، نه در ناپاکی ها. اونی که بر شما ممنوع کرده از خداوند نمیسازه با اون صورت احسن شما، لذا منش کرده برای شما. اگر هر اون چه حرام است در شرایع الهی نمیسازد با اون ساختار نیک شما، لذا اینها باید به کناری برود. همونطور در روحتون، این رزق طیب از آن جسم شما و رزق طیب از آن روحتون. روح شما هم غذای اصلی روح شما، باده ای که جان شما را میپروراند، باده الست است. شما باید از اون میخانه بخورید، شما باید از اون میخانه سیراب بشید. اونی که وجود شما را، اون طیبی که شما را سیراب میکند نیست مگر وحی ناب الهی. و رزقکم من الطیبات، خداوند وحی طیب و پاکیزه رو براتون قرار داده است. شما هم حدوثاً در وجود قلم قلم زیبایی شما رو نقاشی کرده است، و در ادامه و بقا هم باید با طیبات حرکت کنید. و رزقکم من الطیبات، ذالکم الله ربکم، باز مجدد گفته میشه ذالکم الله ربکم، این طرحایی است که الله خالق شما برای تربیتتون میفرسته و بیان میکند، اون مربی شماست. ذالکم الله ربکم فتبارک الله رب العالمین. ببینید باز چون بحث انسان در میان آمد، باز چی به کار برده شد؟ باز تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست، باز فتبارک الله رب العالمین، منشأ برکت است و منشأ تمام خیرات است. زمان این رو به دوستان عرض می کردم نظر مبارکتون، که برکت به معنای اون خیر ثابت و مستمر است. یه چیزی وقتی واقعا خیرش دائم است میشه برکت. اما مبارک این خیر است هنگامی که وام گرفته باشد، یعنی از جای دیگه گرفته باشه. اما تبارک همین خیر وقتی که ذاتی باشه، عرضی نباشه. فتبارک الله، تبارک اختصاص به خدا دارد. ما زمین مبارک، شخص مبارک، فرد مبارک، روز مبارک، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، اما تبارک نه، تبارک مال خدا هست. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. نزول قرآن تبارک، قرار انسان در جهان تبارک. این برکت های ذاتی خداست که داره سرایت میکند و خداوند به وجود و هستی و شما بخشیده است و ارزانی نموده است. و تبارک الله رب العالمین، هو الحی لا اله الا هو فدعوه، مخلصین له الدین که بحث مفصل دارد
انشاءالله میگذاریم برای نوبت بعد و گفتگوی آینده که با دوستان عزیز در میان خواهیم نهاد. صلوات نهاد بفرمایید.